بندر آی خانوم در ولسوالی دشت قلعه در ولایت تخار پس از دو هفته محاصره به دلیل عقب نشینی نیروهای ارتش به تصرف گروه تروریستی طالبان در آمده است. به گزارش شیعه ویبز، به نقل از خبرگزاری‌های محلی، خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار ضمن تایید سقوط این بندر از اعزام نیروهای کمکی به ولسوالی دشت قلعه خبر داد. و افزود نیروهای ارتش پس از درگیری با عناصر طالبان و شکستن محاصره در بندر آی خانوم مستقر شدند، اما به دلایلی نامعلوم این نیروها به سمت مرکز شهرستان دشت قلعه عقب نشینی کردند. خلیل اسیر خاطر نشان کرد که هنوز انگیزه این نیروها از عقب نشینی از بندر آی خانوم مشخص نشده، اما نیروهای کمکی برای بازپسگیری بندر به این منطقه اعزام شدند. برخی خبرگزاری‌های محلی دلیل عقب نشینی نیروهای ارتش از بندر آی خانوم را به نقل از این نیروها نبودن امکانات و احتمال محاصره دوباره از سوی عناصر طالبان عنوان کردند. حملات سنی‌های تندرو به بندر آی خانوم از دو هفته قبل افزایش یافته و پیش از این نیز مقامات محلی درباره سقوط احتمالی کامل این بندر توسط گروه تروریستی طالبان هشدار داده بودند. آی خانوم یکی از بنادر مهم تجاری افغانستان به شمار می رود، اما به دلیل افزایش ناامنی در شمال افغانستان داد و ستد تجاری از طریق این بندر به شدت کاهش یافته است.